فشاره الان 3 هفته از آب نداریم. خواهش و تمنا از اداره ها با هر روز مراجعه این هایگیر الان برای ما میفرستن آمده اینجا. یعنی مثلا اینقدر باید زنگ بزنیم و شکایت کنیم و بریم از صوب اداره ها کل همسایه ها بعد این رو برای ما فرستادن. این هم مسئلت مثلا این همه جمعیت رو نمیده تا زور تموم میشه یا 2 ساعت بیشتر نیست. باید تمام گرما رو مشکلات رو توی کرونا که همش باید از شسته باشه بهداشت رعایت بشه واقعا سخته مونه. آخه بازم که ما بیماری تنفسی دارم دست و پنجه نرم میکنم دنبال ماشین دویدن رو اومده اینجا. الان 2 هفته است ما وضعیت آبمون قطع کامله، قطع 24 ساعته. توی خانواده هایی که الان ما داریم توی این مجتمع زندگی می‌کنیم زن باردار هست، خانواده های دختردار، خانواده های بزرگ و کوچیک. من نمیدونم مسئولینی که میگن ما در تب و تابیم چرا فقط در تب و تابن، چرا کاری انجام نمیدن، چرا فقط باید مشکل این 2-3 محله الان 2 هفته است باید همینجوری ادامه پیدا بکنه، چرا محله های دیگه فقط افت فشار دارن ولی باز دوباره ساعت های در روز آب دارن. هیچ کسی نیست که جوابگوی این ملت باشه، جوابگوی مردم باشه. چقدر میتونیم بریم؟ قبلا میرفتیم غار نشینی، الان داریم بریم پارک نشینی. هیچ فرقی نکرده، فقط جاهاش یه ذره عوض شده، اونم به خاطر نداشتن امکانات. یا برق قطع میشه یا آب قطع میشه. حالا میگیم برق و همه این مشکلاتو دارن ولی کسی نمیتونه بپذیره وضعیت آب این همه زمان بر بشه. من نمیدونم چی تو میشه. رو میزم هم بگیر پر ظرفه. ببینی؟ این شیر آدم ما سن انقلابیونیم هممون. حالا جوونا اونا چون که با همون رو دروسی دارن نفرینمون میکنن، اونا هم که رو دروسی ندارن معذرت میخوام فحاشی به پشت سر ما میکنن. به این مسئولین بگوین یک کاری بکنین مرز نفرین ها و فحاش و نجات بده. و سلام و نامت هم زندگی کنیم و این سبا ما به کجا باید برسیم؟